سلام دوستان عزیز، امروز 22 مرداد ماه مصادف با 22 مرداد 1350 سال روز جدایی بحرین از ایران، بحرینی که متاسفانه ما مفت از دست دادیم در اثر ضعف و ناتوانی دولت ایران در حفظ تمامیت ارضی، متاسفانه بحرین از ما جدا شد. و هرچند این روند روندی بود که یک شبه اتفاق نیفتاده بود و یک پروسه‌ای بود که سرانجام به 22 مرداد 1350 کشیده شد در زمان شاه و در دوران وزارت اردشیر زاهدی. خود اردشیر زاهدی میگفت ما به این جنبندی رسیده بودیم که اگر میخواییم حفظش کنیم نمیم باید یک ارتش اونجا میذاشتیم، یک لشکر اونجا میذاشتیم، یعنی به نوعی دست کم گرفتن. بعد جالبه، حالا تو بعضی جا زده بودن که رفراندوم برگزار کردن همه پرسی در مورد بحرین، که همچین چیزی نبوده، یه استمزاج بوده. مثلا رفتن تو قهوه خونه ها، توی رستوران ها، مثلا استمزاج گرفته بودن در مورد این مسئله، یعنی اصلا بحث رفراندومی چیزی هم تو بحرین نبوده. مورد دیگه، با اینکه بحرین اکثریت شیعه داره ولی حتی این دولت به شیعیان هم نمیدن که مثلا بگیم یه نظام همسو، کاملا نظام آل خلیفه، نظام کاملا وهابی و نزدیک به عربستان، به شدت هم ضد شیعیان و شیعیان بحرین رو سرکوب میکنه، که واقعا قصه ایست پر آب چشم. اما در مجلس فقط یک مرد بود که به فغان اومد، با بغض داد میزد و در مورد جدایی بحرین اعتراض کرد. زندیاد محسن پزشکپور، رهبر حزب پانیرانیست، رهبر حزب ملت، که در سال 1346 وارد مجلس شد و یه سخنرانی تاریخی پر آه و فغانی سر داد در مورد جدایی بحرین. حالا میریم بخشایی رو میفهمیم که واقعا ببین چه بر این سرزمین گذشت. بسیار غم انگیز است بدین سبب که اکنون در چنین ایامی که باید آهنگ انقلاب ملی پرتنین و هرچه بیشتر پیروزی بخش باشد، در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران دولت گزارشی را مطرح می کند که تمامی مفاد مقدمه مسکوت آن حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می باشد. ولی نتیجه و روشی که در این مورد از سوی دولت به عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است، جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی و نیز تعارض صریح با سخنان شاهنشاه و برخورد آشکار با اصول مقررات و قوانین میهن ما، چیزی دیگر نمی باشد. دوستان عزیز، پزشکپور خب حتی بعد انقلاب هم بسیار مورد احترام بود. سال 1386 بود دیگه، بر اثر کهولت سنم از دنیا رفتن، متولد 1306 بودن. آدم هم بسیار نژاده وطن پرستی بود که این سخنرانی تاریخی کردن. حالا کم کم بخشی رو میذارم گوش بدیم. خود اردشیر زاهدی همین پارسال پیرارسال اعلام کرد که اگر ما دلاورانی مثل سردار سلیمانی رو داشتیم چرا باید بحرین رو از دست میدادیم، و میگفت من عذاب وجدان دارم این مواضع ضد ایرانی حکرانان بحرین رو که نگاه میکنم، عذاب وجدان دارم که چرا ما بحرین رو از دست دادیم. حالا قدر و اجر تمامیت ارضی ایران که در زمان جنگ مورد هجوم قرار گرفت، 8 سال ما جنگیدیم و 1 میلیمتر از خاک ایران واسه اولین بار پس از 300 سال از دست ندادیم، ارزش کار اینجا مشخص میشه. ما بحرین رو با جنگ از دست ندادیم، هبش کردیم، تقدیمش کردیم. حالا بعضی ها میگن زمان شاه نمیدونم ما 3 جزایر گرفتیم، ما 3 جزایر مال خودمون بود، تازه زرکوه نمیدونم اون جزیره دیگه هم که اسم ایرانی داره حالا یادم رفت، اونو نمیگیریم. وگرنه اینا کشور اماراتی وجود نداشت. همونطوری که در اون قراردادی که در مورد بوموسا بسته شد، طرف حساب ما امارات شارجه بود،
خب حالا بریم بخش دیگه از صحبت های زندیات پزشکپور رو بشنویم. شما هم میدونید صحیح است آقای مهندس عبدالله، تاریخ قضاوت خواهد کرد که صحیح است. جناب آقای وزیر خارجه، جناب عالی تجمون به عنوان نماینده دولت در پیشگاه مجلس شورای ملی چنین گزارشی را ارائه نموده اید، بیگمان به مفاد و محتویات گزارش عنایت کرده اید. من و دیگر دوستان گروه پارلمانی پیرانی گزارش های وزارت خارجه را در این مورد و نیز کتاب جامعی را که اداره نهم سیاسیان وزارت خانه زیر عنوان بحرین از دوران هخامنشی تا زمان حال تنظیم نموده است به دقت بررسی کردیم. دوستان به خاطر کیفیت پایین ویدیو من عذر میخوام. خب قدیمی ویدیو و در صورت میخوام بگم از نهنگی که ایران زمین بود در دوره قاجار و پهلوی تیکه تیکه ازش برداشته شد که به گربه امروزی رسیدن. اینجاست قدر نظامیان ما مشخص میشه که واسه حفظ این آب خاک تمامیت ارضی جنگیدن و باید قدردان زحمات دلاورانی باشیم که شدیدنم مورد نفرت بیگانگان، جریانات لیبرال، خاک تو سرت زیبا کلام، خاک تو سرت میر حسین موسوی و سایر خائنین غربگرایی که همیشه به دنبال تخته و تضعیف قوای ملی و مدافع ایران زمین بودن. اینجاست ارزش کار مشخص میشه. ما سرزمین های بسیاری از دست دادیم، چه با جنگ چه در اثر بیارزگی که معمولا در اثر بیارزگی بوده. تأسف باره در صورت حالا صحبت های آقای پزشکپور طولانیه ولی نشون میده بالاخره یک مرد بوده اونجا حرف زده. و اردشیر زاهدی هم این اواخرش که صحبت میکرد خجالت زده بود از جدایی بحرین، به قول معروف اونم مفت مسلم. عرض کردم حتی این جدایی منجر به تشکیل یک دولت شیعه نزدیک به ایران هم نبود، با اینکه اکثریت بیش از 65-70 درصد بحرین شیعن، اما قدرت در دست جریانات به شدت رادیکال ضد ایرانی قرار گرفت، جریانات مرتجع و سلفی وهابی. در صورت داغ بحرین داغیه که در دل ما ایرانیانه و به شدت رویای آن روز دارم که در اصلاحات سرزمینی و در حوادث آتی ما بحرین و نخجوان و برخی جاها رو که اینا بخش جدارناپذیر و تاریخی خاک ایران زمین هستن اینا رو دوباره برگردونیم به سرزمین مادری. و انصافا هم نشون داده شد اونایی که از خاک ایران جدا شدن، ببینید وضعیت مردم بیچاره باکو رو که در دست یک دیوونه روانی کم عقل فرومایه گرفتار شدن، یا مثلا دیار بکری که در زمان جنگ چالدرانت از ایران جدا شد و الان زیر یوغ حکومت نو عثمانی اردوغانه و اصلا ماهیت کردیشو نفی میشه، ترک کویی بهشون گفته میشن چه لحاظ زبانی و چیزهای دیگه. و میریم جاهای دیگه رو هم میبینیم که اونا هم عاقبت به خیر نشدن. در صورت خواستم یادی کنم از 22 مرداد سال روز جدایی بحرین. داغ بحرین همیشه تازه است دوستان عزیز و نشون میده که خوشبختانه ایران ما از دوران ضعف خودش عبور کرده و دیگه ایران میتونه از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه. هرچند گاهن وقتی تاریخ میخونی در تاریخ معاصر گویی برخی سرزمینان رو همینطور اهدا کردن، هبه کردن به بیگانگان. من نمیفهمم قرسو رو چرا باید بدن به ترکیه که امروز یکی از نقاط ضعف ژئوپلیتیک ما حساب بشه و جاهای دیگه سرمنشه هیرمند که امروز مشکل آب هیرمند بشه مصیبت مردم سیستان بلوچستان. بالاخره خیانت هایی بوده که در تاریخ این کشور صورت گرفته. شما از پیمان آخال بگیر تا گلدسمید و
که اینا اصلا منجر به جنگی هم نبوده، بگیم حالا مثل جنگ قفقاز که همینطوری سرزمین رو بخشیدند و رفتن و یه مش بی ارزق حاکم بودن بر مقدرات مردم. خوشبختانه ققنوس از خاکستر خودش بلند شد، ایران عزیز ما امروز در اوج قدرت خودشه و امروز تشکیل یک امپراتوری مقاومت کرده، هرچند که به دنبال این هستیم که اون قسمتایی که به ناحق از پیکره ما جدا کردن دوباره به این خاک مقدس اهورایی برگردانیم. قربون تو برم، ایران عزیز ما به پیش میره، این دوران ضعف و زبون هم سپری شد، فقط باید یادآوری کنیم و به گوش جان بسپاریم که ما کجا بودیم و امروز کجا هستیم. و اونایی که ما رو میخوان برگشت به عقب بدن، اونایی که دارن نمیدونم از یک گذشته موهوم خیالی دم میزنن، این نتیجهش بوده. ایران عزیز ما به پیش میره، به کوری چشم دشمنان چشم تنگ، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن، برن گمشن، دورشن، هلاکشن، ایران مثل بلدوزر موانع و اثر را بر میداره. گوش به این پشای صحنه دوریالی هم ندید، اینا فقط بلدن ویز ویز بکنن یا در فضای مجازی مثل گنجس جیک جیک بکنن. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.